خانواده‌ای که به جای خارج رفتن دچار بدبختی شد. نویسنده فرشته غنی، گوینده داستان اجمل غفوری. از زانه شنونده سلام و درود بر شما. استدعا دارم جور و صحت و تندرست باشید و هر گوشه از دنیا که به سر می برید لبخند بر لبانتان جاری باشه. قبل از آغاز این داستان لطف و مهربانی کرده یوتیوب چینل خودتان را سابسکرایب کنید و دکمه زنگ را نیز فشار بدهید تا باشد داستانهای جدید را از طریق یوتیوب چینل افغانستان جورنال به دست بیارید. آرزو دارم این داستان را نیز تا آخر شنونده باشید. آغاز داستان. 6 تا اولاد دارم. همیشه ما و شوهرم به فکر اولادایم بودیم. شوهرم امرای یک مؤسسه خارجی کار میکرد. خوب آدم لایق بود. بعضی وقتا به من قسم میکرد که اونا در کدام بخش کار میکنن. میگفت مؤسسه ما بر کودکا کار میکنه که به سربازی گرفته میشن. ما بر اونا دادخواهی میکنیم. کودکایی که در گروه های مختلف به سربازی تشویق میشن و بعد در حالت نامناسب به سر میبرن و یا در حالتی هستند که خیلی میخواین خودشان فدا شوند. اونا را پیدا کرده با کمک روانشناس وادارشان میکنیم که بتانن به زندگی عادی برگردن. ای امر باعث شده بود که صدمه زیاده به صفوف طالبا یا گروه های دیگه تروریستی بزنن. ما اما به خاطری که دوره جمهوریت بود و هیچ وقت به این فکر نبودم که گویا افغانستان سقوط خواهد کرد و همه ما سرگردان خواهیم شد. روزی که افغانستان سقوط کرد، شوهرم یک بارگی آمد خانه و تمام وسایلش جمع کرد. گفتم که کجا میری؟ ما بیاییم یا نه؟ گفت عجله کو زن، زود حجابت بپوش. اولادارم بگی که بریم میدان. اگر امروز از میدان ماندیم دیگه هیچ وقت نخواهیم رفت. ما با عجله هر آن لباس اولادایم که در دستم آمد به اونا پوشاندم. یک بیک کوچک گرفتم. دو یک بوتل آب و یک تانان گذاشتم و حرکت کردیم. بیک به دخترم دادم که در پشت خود میگیره. دروازه قفل شد و ما رفتیم به طرف میدان. شوهر مسنادای کاری خودش هم گرفته بود. به عجله روان بودیم که یکی از چک پوینت های طالبا همون طوری که حدس می زدم ما را استاد کردن. شوهر ما پایین کردن. خیلی زیاد ازش سوال کردن. اسنادایش گرفتن. همون طوری که شوهرم ترسیده بود ما مثل بیت می لرزیدم. ای اولین بار بود که طالبا را از نزدیک می دیدم. تصویری که از اونا در ذهنم داشتم می بود که اونا وحشی ترین آدم های روی زمین هستن و با روبرو شدن با مردم عادی اونا را میکشن. من 20 سال قبل وقت طالب آمده بود در ایران زندگی میکردم و اصلا نمیفهمیدم که روز ای طایفه را از نزدیک ببینم. ولی او روز به شدت ترسیده بودم. حتی اوج نگرانیم تا این حد رسید که مبادا طالبا دخترای خردسن ما از پیشم بگیرن. اما شکر خدا که اسنادای دست داشته شوهرم به زبان انگلیسی بود و کسایی که شوهرم برای بازجویی از موتر پایین کرده بودند سواد کافی برای خواندن نداشتند. اونا به شوهرم گفته بودند که تو هم امرای خارجی ها کار کردی؟ حالا میخوای بری میدان هوایی؟ شوهرم گفته بود نه خیر، من امرای خارجی ها کار نکرده، میرم خانه خسرم. این نسخه هایش هستند که پیش ما بودن وقتی که زیاد مریض شده بود. پارسال او را پیش دکتر برده بودیم. حالا گفتن که باید این نسخه هایش هم با خود بیارین که دکترها ببینن و نظر به تشخیص دکترهای هند برش دوا بدن. اونا هم به گپ شوهرم باور کرده بودن. از این که شوهرم سراسیمه است فکر کرده بودن که واقعا مریض داریم و پدرم مریض است. در حالی که پدرم سالهای قبل مرده بود. ما او روز از اونجا رد شدیم. وقتی که کمی از اونا دور شدیم راننده گفت
اینا حال فهمیدن که همه طرف میدان هوایی میدوند. کوشش میکنن از مردم به این بهانه پول بگیرن. در غیر او بادارشان امر کرده که مزاحم مردم نشن. مرد دیگه در سیت پیشروی تونس صدا کرد: بله، به می طریق میخواین که رویسیایی خود بپوشانن. ما دیگه چیز نگفتیم، چون در او وضعیت به حد ترسیده بودیم که گویا میمریم. حتی همو شخص چون این جمله را در مقابل طالبا به کار برده بود، هم از ترس رنگش سرخ گشت. چهار اطراف را دقیق نظر انداخت که کدام طالب در موتر نباشه و صدایش نشنود. دیگه یک کلمه هم کسی حرف نزد. خاموش بودن. شوارم گهگاه صدا میزد که لطفاً سرعت بگیر و ما میخواییم زودتر برسیم. شام شده بود که اونجا رسیدیم. داخل گرفتیم، همه مردم بودن. فکر میکردم تمام و کابل جمع شده. بیرو بار و چیغ و فریادهای مردم زیاد بود. هر کسی کوشش میکرد خوده به دروازه برسانه. گویا اگر از او دروازه گذشتن و بهشت میرسن. ولی ما حتی دست ما هم به دروازه نخورد. بجایش دو دخترم از شدت نفستنگی و بیابی ضعف کردن. یک دختر و دو پسرم که کمی بزرگتر بودن فقط چیغ میزدن و کوشش میکردن در بین مردم راه پیدا کنن که داخل برن. ولی انگار همه ناامید شده بودن. زیادتر مردم برگشتن و در موترهایی که با خدا آورده بودن خوابیدن. ما را خواب نبرد. فقط کودکایم خوابیدن. ما و شوهرم کوشش میکردیم که فرصت پیدا کنیم و نزدیک دروازه ها برسیم. اما دروازه ها قفل بودن. هنوز دروازه ها باز نشده بود. ساعت 3 شب بود. شوهرم اولادای ما بیدار کرد و ما به طرف دروازه رفتیم. اما قبل از ما خیلی از مردم به او طرف رفته بودن. ما هم بین کشوگیر مردم خود را به دروازه رساندیم. خارجی ها هنوز سر دیوار بودن. به اونا گفتیم که ما اسناد داریم. اونا تفنگ طرف ما نشانه گرفتن. ما ترسیدیم. زیادتر مردم اونا را دشنام می دادن. وقت دروازه باز می شد، ما را همه پس می زدن و کم می ماند کودکایم زیر پا شوند. برای همین تصمیم گرفتیم به خانه برگردیم. در خانه بودیم که خبر شدیم میدان هوایی انفجار صورت گرفته. شوهرم گفت خدا را شکر که از مرگ نجات یافتیم. ولی بعد از او اتفاق و نرسیدن ما به طیاره دیگه امید خود را از دست داده بودیم. تنها و بیچاره مانده بودیم. بدترین چیزی که تجربه کردم ای بود که هر کسی که مرا می دید می گفت وای همه قدرم صبر کرده نتانستین. تمام کابل خارج رفت. شما پس آمدین. زن برادر شوهرم هر جایی که می رفت به ما کنایه می زد. زیاد خارج کردی ولی ای جایی نرسیدی. من خیلی پریشان بودم. همیشه انتظاری را می کشیدم که روز برسه تا بتانم جواب دندان شکن به اونا بتم. تقریبا 3 هفته گذشته بود که شوهرم هر طرف کوشش خود کرد که بتانه به کمک مؤسسه‌ای که در او کار می کرد راه بیرون رفتن ما از کابل را پیدا کنه. بالاخره به ایمیلای مکررش جواب دادن و بر شوهرم گفتن که آماده باش، ویزه پاکستان به دست بیار، ما به زودترین فرصت تو را از پاکستان انتقال میدیم. ما هم خوشحال شدم. فکر کردم که اگر به خانم برادر شوهرم بگویم که ما میریم و قرار است از پاکستان به استرالیا انتقال بیابیم، شاید او از دست هرس زیاد سکته کنه و پشیمان شوه که چرا هر لحظه به من میگفت که رفتن نتونستی و زیاد چیغ خارج رفتن زدی. وقتی به او گفتم همان طوره که حد زده بودم، او خیلی ناراحت شد که ما استرالیا میریم و او در افغانستان میمونه. او به هر کسی که میشناخت گفته بود که ما به خارج میریم. هر کس به من میگفت که خارج رفتنتون چطور شد؟ چی وقت میرین؟ ما هم به بسیار خوشی میگفتم که یک کم خرید ما مانده باز به پاکستان میریم و از اونجا ما را انتقال میدن. ولی در او وقت پاکستان به آسانی به کسی ویزه نمیداد و وضعیت روز به روز خرابتر میشد. همه توسط پول ویزه میخریدن و پول بسیار گزاف نیاز بود. ما که تقریبا 7 نفر بودیم گرفتن ویزه برای ما زیاد سخت شده بود.
از آنجایی که مردم خبر شده بودن و هر لحظه ما و شوهرم هم میپرسیدن که کار رفتنتون چطور شد، خیلی زیر استرس و فشار بودیم. شب و روز دعا میکردم که به زودترین فرصت به پاکستان بریم تا از این همه حرف مردم خلاص شویم. ولی انگار خلاصی نداشتیم. ما پول زیاد نداشتیم و با پول کم نمیشد. به 7 نفر پاسپورت و ویزا گرفت. مدت منتظر ماندیم. در بیچارگی و خستگی خود گم شده بودیم. شوهرم هم خیلی پریشان بود. شوهرم شب و روز در فکری بود که چطوری بتانه از این وضعیت نجات پیدا کنم. من به هر دره که زدم تا بتانم راه بیرون رفت پیدا کنم، شب و روز من در نماز خواندن بود. دعا میکردم و گریه میکردم که خداوند ما را از این حالت نجات بده. یک روز به شوهرم زنگ آمد و بعد از او از خانه برآمد. من ازش پرسیدم که کجا میری؟ گفت یک کمیشن کار پیدا کردیم که با پول کم بر اولادایم پاسپورت میگیره و میتونیم باز ویزا بگیریم. اگر کار ویزه پاکستان هم میکرد، کار ویزه را هم توسط او انجام میدم. من خوشحال شدم که برو شکر است که یک نفر خوب پیدا شد که کمک میکنه. ولی شوهرم همون روز که رفت دیگه بر نگشت. یک روز، 2 روز منتظر ماندم. ولی روز سوم به همه گفتم که شوهرم بر نگشته. برادرای شوهرم و ما تمام جاها را گشتیم ولی شوهرم نیافتیم. خیلی ناراحت بودم. برادرای شوهرم تا به اداره های طالبان سر زدن که اگر شوهرم زندانی کرده باشن که آزادش کنن. ولی هیچ معلومات در مورد زندانیای که پیش اونا بود به دست نیاوردن. حیران ماندیم. حتی همه قدر خبرش را به دست آورده نتونستیم که شوهرم زنده است یا خیر. نمیفهمم چرا به این سرنوشت دچار شدیم. اما میگن چشم مردم پشتتان شد. به هر کس گفتی که ما خارج میریم. به همین خاطر شما را چشم زدن. پایان داستان.